سلام، خیلی خوش اومدید به کانال داوینچی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. لطفاً لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. اگر نظر یا انتقاد و پیشنهادی دارید لطفاً کامنت کنید. تنها راهی که میتونید شما از من حمایت کنید اینه که سابسکرایب کنید کانال رو و ممنون میشم که این کارو انجام بدین. حالا میخوام یه راندوری کاغذ کالک انجام بدم و ببینیم که تاثیرش چطوره. من میخوام در آخر پس زمینه‌های متفاوت رو برای این راندوری کاغذ کالک امتحان کنیم که ببینیم چجوری میشه و چطور عذاب در میاد. خب من اینجا یه طرحی آماده کردم، خب اینو با مداد رنگی راندوش کنم. اینا رو قبلا روی کاغذ کالک تست کردم، ویدیوشو میذارم بالا که ببینید منظورم چیه و میدونم تاثیرش روی این کاغذ چطوره، چه رنگه، چقدر تیره، چقدر روشنه. و ماژیک ها رو هم امتحان کردم. یه راندوی دیگه هم احتمالاً میذارم روی کاغذ کالک که اون با ماژیک راندوه. برای این قسمت ها من در نظر میگیرم که چوب باشه، برای همین خیلی آروم با مداد رنگی که اون رنگی که مد نظرمه شروع میکنم به رنگ کردن. خیلی نرم با کمترین فشار شروع میکنم رنگ کردن. خب حالا با همین رنگ یه خورده فشار بیشتری اعمال میکنم و چند تا خط روی این قسمت هایی که به عنوان چوب رنگشون کردیم میندازم. و چون این قسمت خیلی دوره جزئیات چوب رو نمیتونیم ببینیم، برای همین خیلی راندوی ساده ای میشه. خب حالا با دستمال کاغذی یا محو کن فرق نداره، یا حتی گوش پاک کن، یه خورده رنگاشو محو میکنی. میرم سراغ رنگ بعدی، آبی رو بر میدارم، شیشه ها و آب رو رنگ آبی میزنم.
خب رنگ تیره تر رو برمیدارم، قسمت های پایینی رو یه خورد تیره تر میکنم. خب حالا مشکی رو برمیدارم با فشار خیلی کم، شروع میکنم سایه زدن. خب این راندو همینجا تمام میشه. حالا میخوام که بک‌گراندش رو تست کنم که ببینم اگر عوضش کنم چه جوری میشه. من اینجا چند تا مقوا دارم، مقوای پس زمینه میذارم زیر کار. حالا اولیش این مقوای مشکی دارم، میذارم زیر کار. شما راحت میتونید مثلا اینو به عنوان یه راندو توی شب استفاده کنید. مثلا بذارید من بذارم نیمه بالا، خیلی بهتر نشون میده. اگر خط آسمان داشته باشید یا مثلا حتی میتونید این مقوای زیری رو ببرید، ترهای مختلف تراش از اون پشت هم مشخص بشه دیگه. خب در صورت این مقوای مشکی بود. اگر خواستید میتونید عنوان راندو برای شب استفاده کنید. برای طرح بعدی از آبی استفاده میکنیم. رنگای آبی که داریم دیگه خیلی به چشم نمیاد. تکنیک‌های مختلف کولاژ و تک چسبانی رو امتحان کنید. اینم رنگ قرمز. حتی میتونید فلیپش کنید، میتونید برش گردونید و ببینید که تو حالت معکوس اگر بناتون به سمت دیگه باشه جهتش چه تغییری میکنه. خیلی انعطاف پذیر این کار و میتونید تکنیک های مختلفی رو امتحان کنید. باشه از متریال های خشک ترجیحاً استفاده کنید، چون که به آب خیلی حساسه. مثلا آب رنگ رو شما نمیتونید روی کاغذ کالک امتحانش کنید، کلا خراب میشه.
و کارهایی که تکنیک خیس داره مثل آب مرکب و اینجور چیزها رو روش امتحان نکنید. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. خدا نگهدار.